درود بر شما. بنانا هستم از TF81 و از این ماه با یک ماهنما در خدمتتون هستم که در انتهای هر ماه مروری خواهم داشت بر اخبار و رویدادهای شایان بازگویی در TCS و هلوهوش اون به زبان فارسی برای کامیونیتی فارسی زبان که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. از اونجایی که اپاچی یا AH64 باید یه 3 هفته پیش به بازار می اومد و به علت آماده نشدن به موقعش تا حوالی 9 اردیبهشت ماه قراره که به بازار بیاد. این تأخیر باعث شده که ایگل داینامیکس برای شتاب دادن به تولید آپاچی فعلا نفرات تیم تولید کننده آین یا MI24 رو به تیم آپاچی بفرسته که این باعث میشه که کار تولید آین یکم هم یواشتر پیش بره. با این وجود بر پایه توضیحاتی که ایگل داینامیکس داده، کار روی تسلیحات هایند هنوز هم ادامه داره و پیشرفتی هم داشته. تا اینجا کار روی کابین گانر عقب به پایان رسیده و ایدی در حال کار روی مدل خود گانر و رفتار هوش مصنوعی اونه. در کابین گانر یک مسلسل 12.7 میلیمتری نصب هستش که شاید شما اون از MI8 بشناسید. جدا از این گانر مرحله خوروندن موشک R60 هوا به هوا پیشرفت خوبی داشته. دیزاین پنل کاکپیت و جوانب عملیاتی موشک توی اون تقریبا کامل شده و جدا از گانر این موشک هم قراره که قبل از اینکه ایدی بیاد و مدل هدایت موشک های فروسرخش رو به کل دچار تغییر و تحول بکنه به هایند اضافه بشه و به بازار بیاد. مدل بعدی که کوتاه راجع بهش اشاره خواهیم داشت B1B یا همون ناتو کود لانسر هست که مدل سبودی پار AN AAQ CO3 یا همون ATP مخفف Sniper Advanced Targeting Pod هست. روی این AI در این میون اضافه شده. ایدی همچنین شروع کرده به انیمیت کردن الیمنت های B1B و این الیمنت ها رو میتونید تو تصاویری که ایدی از مرحله تولید این مدل ارائه کرده ببینید. ایدی همچنین روی بسیاری از AI های دیگه در حال کار که تا پایان سال میلادی جاری مدل های اونا رو به استاندارد های DCS ارتقا بده و برسونه. از اینجا یه سری مدل ها هستند که بیشتر شاید توی چشم باشن، مثل مدل F4 که حالا نمونه فول فیدلیتیش خواهد اومد و این احتمالا تأثیری روی مدل های AI میذاره، ولی ما AI های زیادی رو میبینیم که اطراف فرودگاهی که ازشون پرواز میکنیم پارک هستن یا در هوا پرواز میکنن و ما باشون درگیریم، ولی اونقدر مدل گرافیکی زیبایی ندارن. ایدی شروع کرده اینها رو دچار تغییر تحول میکنه. منتظر خبرهایی در ارتباط با این پروژه باشید. فلیر یا فورورد لوکینگ انفرارد یا همون سامانه نگاه به روبروی فروسرخ تکنولوژی دیگه‌ایه که ایدی در حال حاضر داره روش کار میکنه و پیشرفتاش از این جمله بوده که اومده رندر شدن المان‌های مختلفی رو از عوارض زمین بررسی کرده و طیف فروسرخ اونها رو مثل آب، پوشش گیاهی، آسفالت و بتون دچار تغییر تحول کرده که چرا که اینا قابلیت های بالایی برای ذخیره حرارت و انرژی دارن و از این رو در شب گرمتر از اون چیزی که در روز هستن دیده میشن، مثل خونه ها، ساختمون ها، باند فرودگاه و همه سازهای انسانی و این یه مقداری تا حالا با واقعیت مطابقت نداشت. نکته خوب این قضیه اینه که تمام این تغییرات همزمان با ورود آپاچی به بازار انجام شده و با آپاچی میان و تمام سامانه‌های همسان هم از این آپدیت بهره‌مند خواهند شد. پس از مدت‌های زیاد بازم خبری از سوپر کریر شد.
طبق اظهار ایدی کار روی بریفینگ روم سوپر کریرم پیشرفت متداومی داشته، اگرچه به نظر من خیلی آروم پیش میره و کسانی که این DLC رو بیش از 2 سال پیش خریدن هنوز به حقشون نرسیدن. ایدی در حال حاضر روی عملکرد تبلت که تبلت های کرو کار میکنه که میتونید روشون میشن بریفینگ و همچنین کنترل و تغییر لودات رو ببینید. بریفینگ آفیسر خواهد تونست تا تصاویر رو انتخاب کنه، تصاویر که روی نمایشگر اصلی هستند، و اونا روی مانیتور کمکی که بالا سر خودش هست بندازه. واحدهای دریایی هم دچار تغییر شدن. ایدی اعلام کرد که دودهای خروجی از اکساست و یا ناشی از آتش سوزی به واسطه برخورد کشتی ها به هم دیگه یا سلاح به کشتی به وجود میاد رو تحت تحول قرار داده. افکت هایی که حاصل از رول و سوی یا همون به عبارتی گردش حول محور طولی و حرکت به چپ و راست بدون منحرف شدن از محور عمودی هست رو روش کار کردن و اینها در همشون در حال انجام و بازبینی هستند. در مرحله بعد ایدی میاد و مدل های برخورد گزیده ای از کشتی هایی رو که دچار تغییر خواهند شد رو انجام میده تا دقت نقطه ای برخورد موشک های ضد راداری مثل AGM 88C یا همون هارم رو بهبود ببخشه. اینا گوشه ای از طیف وسیع تری از تحولات مدل تخریب کشتی ها خواهند بود که در آینده انجام خواهد شد. حالا می رسیم به حسن ختام نوانامه این ماه که اپاچی هستش. ایدی هفته پیش اعلام کرد که اپاچی وارد مرحله بتای بسته یا همون closed beta شده که طی اون دسته از کاربران مورد اعتماد ایدی این DLC رو تست میکنن. بنا به اظهارات ایدی نظر این گروه بسیار مثبت بوده و به نظر میرسه این بار دیگه ایدی روی حرفش بمونه و این ماجول رو تا 10 اردیبهشت ماه به بازار بیاره. قابل ذکر که این ماجول هنوز ارلی اکسس هست، یعنی کامل نشده، ولی به مرحله خواهد رسید که قابل پرواز هستش و باگ‌هایی رو که به چشم اومده حداقل توش برطرف کردن، ولی تمام سازه هاش هنوز کامل نیستن. دمج مدل اولیه و ریدیو کامیونیکیشن الان کامل شده و ایدی در حال حاضر داره روی مالتی کرو سینکرونایزیشن کار میکنه، روی بهبود فریم ریت کار میکنه و کارایی تاتس رو داره تکمیل میکنه. برای آگاهی بیشتر از نحوه کار این سازه های مختلف و این عباراتی که من سری پشت سر هم ردیف کردم میتونید به ویدیوهای مد واگنر در پلیلیست اپاچی یا AH64D روی کانال یوتیوب خودش مراجعه کنید و اونها رو تماشا کنید. این بود ما نوای این ماه. امیدوارم برقرار باشید، سالم بمونید و تا ویدیوی بعدی بدرود. Thank you.